این سپاهان میخواد قهرمان بشه. استقلال 0 سپاهان 2. باهوش و فرصت طلب مثل تیم‌های مورینیو. بعد از سپری شدن یه فصل کامل بدون باخت، بالاخره روند شکست ناپذیری استقلال در لیگ برتر ایران شکست و آبیای پایتخت در همون هفته اول از لیگ 22 با نتیجه 2-0 برابر سپاهان تن به شکست دادن تا مدافع عنوان قهرمانی کار خودشو با یه باخت تلخ آغاز کنه. این دیدار دو نیمه کاملا متفاوت داشت. تقریبا میتونیم بگیم در 44 دقیقه ابتدایی هیچ اتفاق خاصی رخ نداد تا اینکه در آخرین دقیقه بازی سپاهان صاحب یه ضربه کاشته شد. امید نورافکن پشت این توپ ایستاد که شوت محکم و زمینی اونو حسینی دفع کرد و در برگشت تو برابر فرشاد احمدزاده قرار گرفت که شوت این بازیکن رو حسینی با یه دبل سیو دیدنی راهی کورنر کرد و بازی در نیمه اول با تساوی بدون گل به پایان رسید. در حالی که نیمه دوم هم بدون اتفاق چندان جدی آغاز شده بود، ناگهان در دقیقه 53 روی اشتباه بازیکنهای استقلال این محمد علی نژاد بود که با یه فرار دیدنی از سمت چپ وارد محوطه جریمه شد و با یه پاس عرضی زمینی یاسین سلمانی و صاحب موقعیت کرد. این بازیکن هم با یه ضربه فنی و بغل پا توپ به گوشه دروازه فرستاد و گل اول بازی به ثمر رسید. در شرایطی که به نظر می رسید استقلال برای رسیدن به گل تساوی سراپا حمله بشه، اما 4 دقیقه بعد از گل اول این سپاهان بود که دوباره دروازه میزبانو باز کرد. پاس استثنایی ریگی در شرایطی به رامین رضاییان رسید که اون از زمین خودی یه استارت سریع زد و وارد محوطه جریمه شد که شوت اون بعد از برخورد به پای روزبه چشمی وارد دروازه شد تا سپاهان در عین ناباوری با 2 گل از حریف خودش پیش بیفته. در ادامه ریکاردو ساپینتو دست به چند تغییر زد و تمامی عناصر تهاجمی خودش از جمله مطهری، رمضانی، صادقی و بابایی رو به زمین مسابقه فرستاد، اما در امر گلزنی ناموفق بودند. تنها صحنه مهمی که تیم ساپینتو در نیمه دوم روی دروازه سپاهان خلق کرد، شوت آرش رضاوند بود که از بالای دروازه به بیرون رفت. صحنه‌ای که قبل از اون آرمان رمضانی داخل محوطه جریمه سرنگون شد، ولی داور مسابقه اعتقادی به خطای پنالتی نداشت. سپاهان روی 2 شوت از پشت محوطه جریمه میتونست حتی به گل سوم هم برسه. ابتدا شوت ریگی با اختلاف کمی از بالای دروازه به بیرون رفت و سپس ضربه محمد رضا حسینی بود که راهی به درون چارچوب دروازه پیدا نکرد و در نهایت سپاهان با پیروزی 2-0 برنده بازی بزرگ هفته لقب گرفت. بدین ترتیب استقلال که آخرین بار در هفته پایانی لیگ 20 و مقابل سپاهان طعم تلخ شکست چشیده بود، بازم مقابل این تیم و در ورزشگاه آزادی مغلوب شد تا رکورد تاریخی فرهاد مجیدی شکسته بشه. اما خودم یه درخواستی دارم از هواداری استقلال، این که میگفتن ترکیب بده، ترکیب هجومی نیست، ترکیب و تدافعی خیلی چیده، ترسوی ساپینتو، ولی خب با اضافه شدن قائدی، محبی، چه میدونم کاوه رضایی، همه اینا حل میشه، مطمئن باشید. خاطرتون هست دیگه، اصلا دوره آندرا استراماچونی بود که 5 هفته اول فقط استقلال 5 امتیاز داشت. پس حمایت کنید از ریکاردو ساپینتو، تیمش خیلی تو بدنسازی بهش عملا فشار اومد، چیزی که مثلا ما تو دوره امیر قلعه‌نویی نمیدیدیم. یعنی امیر قلعه‌نویی تیماش چرا نیم فصل دوم کم میارن؟ به خاطر بدنسازی تیمشه. پس حمایت کنید از ریکاردو ساپینتو. اگر از محتوای ویدیو راضی بودین سابسکرایب یادتون نره. فعلاً.